دوستان سلام، شلغم گیاهی است با برگ‌های ناصاف و بریدگی‌های زیاد به رنگ سبز و سفید. ریشه آن غده‌ای و به شکل‌های گرد یا دراز به رنگ سفید با لکه‌های بنفش می‌باشد. میوه شلغم مانند قلافی باریک و دراز است که در آن چند دانه سیاه وجود دارد. شلغم در هوای سرد بسیار خوب رشد می‌کند و شاید علت آن باشد که برای درمان بیماری‌هایی که در فصل سرما زیاد است و بیماری‌های تنفسی به کار می رود. اما شلغم خوب باید سفت و توپر باشد. در غیر این صورت کهنه بوده و نفخ آن زیادتر است. پوست شلغم باید براق، شفاف و صاف باشد. شلغم باید سنگین و درون آن روشن و شفاف باشد. شلغم های کوچک شیرین تر و شلغم های بزرگ مؤثر ترند. متخصصین طب سنتی توصیه می کنند از اونجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم است، بهتر است آن را با مصلح آبیشن یا زیره مصرف کنید. مصرف شلغم نقش مهمی در پیشگیری و درمان سرماخوردگی دارد. شلغم دارای مزاج گرم و معتدل بوده و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه، داروی موثری در درمان مبتلایان به سرفه نیز می باشد. شلغم یک ماده غذایی مغذی تقویت کننده چشم بوده و برای مبتلایان به سنگ کلیه نیز بسیار مفید است. خواص شلغم آنقدر زیاد است که میتوان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم میدانستند که این گیاه چقدر فایده دارد، تمام باغچه های خانه خود را شلغم میکاشتند و هر روزه از آن استفاده میکردند. شلغم مقوی است، اشتها آور است، ضعف جنسی را درمان کرده و اسپرم را زیاد میکند. سرفه را تسکین میدهد. ترشی شلغم بهترین نوع ترشی است زیرا مقوی معده و روده ها و اشتها آور است. آب شلغم قند خون را پایین می آورد. تخم شلغم را اگر سرخ کرده و بخورید برای ضعف جنسی مؤثر است. اگر گلو درد دارید آب پخته شلغم را غرغره کنید. خوردن آب شلغم درمان کننده جوش صورت نیز هست. آنهایی که حافظه ضعیف دارند حتما باید شلغم بخورند زیرا ثابت شده است که شلغم حافظه را تقویت می کند. شبکوری را درمان می کند. شلغم به علت داشتن ویتامین B1 علاج کمخونی است. همچنین برای رشد و نمو استخوان‌ها مفید است. بنابراین زنان باردار و شیرده حتما باید از آن استفاده کند. زن حامله‌ای که در مدت بارداری شلغم خورده باشد، بچه‌اش زودتر رشد کرده، زودتر حرف می‌زند و حتی زودتر راه می‌افتد و در مقابل امراض مقاومت بیشتری خواهد داشت. کسانی که قده تیرویدشان کم ترشح میکند باید حتما شلغم بخورند زیرا شلغم به علت داشتن یود فراوان ترشحات قده تیروید را تنظیم میکند. شلغم مهمترین گیاه ضد سرطان است و حتی گسترش سرطان را متوقف میکند. درمان بسیاری از بیماریهای پوستی است. شلغم پخته بهترین دارو برای برونشیت است. در تقویت تخمدانها نقش اساسی دارد و رحم را برای پرورش نوزادی سالم و قوی تقویت میکند. آرام بخش و ترمیم کننده سریع زخم ها بوده و برای تقویت کبد مفید است. به علت داشتن فیبر پاک کننده قوی روده هاست و خواص تسکین دهنده شلغم آن را به داروی طبیعی خواب‌آور تبدیل کرده است. برای بهبودی شقاق ناحیه مبتلا را با آب جوشانده شلغم شستشو دهید. مصرف شلغم افراد را در برابر بیماری های پوستی بیمه می کند و در بهبود جوش صورت مؤثر است. افرادی که مبتلا به جوش صورت و اگزما هستند چنانچه هر روز مقدار کمی شلغم خام بخورند، نیاز بدن آنها به گوگرد برطرف شده و در نتیجه جوش صورت آنها از بین خواهد رفت. و بالاخره سعی کنید که در فصل زمستان برای پیشگیری از سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی اقلا چند بار در هفته شلغم بخورید. شلغم پخته بهترین صبحانه است. بدن را تمیز کرده مواد سمی را از بدن خارج می سازد. همانطور که اشاره شد، آب شلغم خام خواص بیشتری از شلغم پخته دارد به شرطی که معده شما را ناراحت نکند. دانشمند نامی ایران ابوعلی سینا گفته است که شلغم نوع کاشتنی و بیابانی دارد. شلغم کاشتنی از بیابانی کم غذاتر است. طبیعت هر دو نوع مرطوب و گرم است و شلغم پخته با گوشت چرب سینه و گلو را نرم می کند. شلغم در معده زیاد ماندگار است و میگویند خوردن شلغم خام و پخته به نفع چشم است. آبش ادرارآور است و قوای جنسی را زیاد میکند و تخم آن نیز همین خاصیت را دارد. اگر شما هم در این مورد تجربه دارید،
لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید.